بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. طبق معمول هر هفته، امروز هم با کانون آوا هستیم. کانون آوا تقدیم می کند، کانونی که آوای منتقدین و جدا شدگان از فرقه رجوی هست. و امروز خیلی خوشحالم که با آقای حسن شهباز هستیم، عضو جدا شده که در آلبانی هستند. و اولین سوال اینه که آقا، اولا خیلی خوش آمدید، بهتون تبریک میگم زندگی جدیدتون رو. امیدوارم زندگی خوب و موفقی باشه برای شما و بتونیم خبرهای خوبتری رو در آینده از شما بشنویم. ولی لطف کنید به ما بگید که این آقای حسن شهباز کیست، از کجای کشور زیبای ایران بوده، و بعد اون سوال جالب رو میپرسم که شما چگونه از زیارت به وزارتی میگن به ماموریت رسیدین. خیلی خوش آمدید آقای حسن شهباز، بفرمایید، با شما هستیم. خیلی ممنون، لطف دارین از اینکه به من خوش آمد گفتین. به خاطر خروجم اولا از سازمان، دوم به خاطر آشنایی شما، من هم خدمت شما و همونطور بینندگان هر دستندرکاران برنامه خوبتون سلام میکنم. من همونطور که گفتین اسمم حسن شهباز است، اهل تهران هستم. بعد از بخوام یه کوچیک خودم رو معرفی بکنم، 7-8 سالی کارمند شرکت نفت بودم، یه مدتی بعدش کار آزاد داشتم، بعد در نهایت تصمیم گرفتم که برم دانشگاه تحصیل کنم. 2 سالی در مشهد تحصیل میکردم، سال سوم منتقل شدم به زاهدان. در زاهدان با یکی از دوستان آشنا شدم که همین، نمیدونم دقیقا بشناسین یا نه، حسن حیرانی است که دوست زمان تحصیل من بود در دانشگاه، در که در زمانی که دانشجو بودیم به هر صورت برای زیارتی به عراق اومده بودیم و بعد متوجه حضور سازمان توی عراق شدیم و سازمان پیوستیم. نه، اینو یه بار دیگه بگید آقای شهباز، خیلی جالبه. شما برای زیارت رفتید به عراق، بعد اونجا متوجه حضور به اصطلاح سازمان مجاهدین شدید، یا اینکه اونها افرادی رو داشتن که به اصطلاح می اومدن حتی داخل افراد زوار و توی آمریکا میگن ریکروت میکردن، افراد رو جذب و جلب خودشون میکردن؟ اینو یه مقدار بیشتر برای ما توضیح بدید، خیلی جالبه. چون من شنیده بودم افرادی برای کار، افرادی برای ویزا، افرادی کلا برای اینکه از ایران بیان بیرون به اصطلاح گرفتار سازمان شدن، ولی تا حالا ندیده بودم، نشنیده بودم که زائری از ایران بیاد و به جای زیارت امام حسین و امام علی و اینها بره سراغ امام مرحوم رجوی. بفرمایید. سلوهای جالبی به کار بودید. از کنم خدمتون که همونطور که گفته ما ترم تابستونمون تموم شده بود، یه فاصله بین تا شروع ترمای زمستونی دانشگاه یه فرصت 20 روزه داشتیم که گفتیم از این فرصت استفاده کنیم بریم زیارت. که توی عراق ما خیلی از زیارتگاه ها، از کاظمه، سامرا، حتی برای دیدن شهرهایی هم که زیارتگاه نداشتم مثل بصره می رفتیم دیدن می کردیم که دیده باشیم و فرصورت سفر سیر و سیاحتی کامل داشته باشیم. توی این ترددات با راننده ها، با اشخاصی که با هم دیگه بودیم توی مسیر سفر صحبت می کردیم با همون زبون دست شکسته عربی، اینها می‌دیدن چون ما ایرانی هستیم مقرهایی که مال این فرقه بود رو مثلا توی اماره مقری بود ما اونجا رد می‌شدیم، الاماره به ما نشون دادن، گفتن که اینجا پایگاهشون بوده ولی الان از اینجا خارج شدن. یا نزدیک بغداد، نزدیک فرودگاه بغداد یه محلی بود به اسم خانزاری، اونجا رو ما یه دفعه از اونجا رد می شدیم، به ما اونجا رو نشون دادن، گفتن اینجا محل کارهای سیستم اداریشون بوده ولی اینجا خارج شدن. در هر صورت ما تو این ترددات متوجه شدیم که بعد از حمله
کلی آمریکا اینا همشون سرجم در اشرف هستن، که یک روزی از حرم حضرت علی داشتیم بیرون می اومدیم، همین توی بازار می چرخیدیم و گشت و گذار می کردیم، رسیدیم به یه نقطه ای که راننده های تاکسی بودن. راننده های تاکسی نمیدونم حالا از قیافه ما متوجه خارجی بودن یا ایرانی بودن ما شده بودن، در صورت ای داد می زدن اشرف اشرف. ما هم که متوجه شده بودیم که این شهر اشرف جایی که همه چیزهای مقرهای مجاهدین رو خالی کردن و همه رو فرستادن اونجا، با هم یه مسئولیتی کردیم، گفتیم بریم ببینیم اینا رو چه جور آدمایی هستن. به صورت ایرانی هم بعد جلوی این رژیم وایساده بودن، الان چی کار میکنن؟ الان توی عراق بیشتر حس اولیه که خواستیم اینا رو ببینیم، اصلا خودمون هم احتمال نمیدادیم که اگر بریم اصلا میتونیم ببینیم، هیچ گونه اطلاعی هم از این موضوع نداشتیم که میشه وارد شد اصلا یا نه، فقط به همین اکتفا کردیم، گفتیم خب به صورت میریم یه سری میزنیم، ما که تو عراق هستیم برمیگردیم ایران، ماکسیموم اینه که میتونیم بگیم حتی رفتیم که این فرقه هم دیدیم، مجاهدین هم دیدیم، شناختیمشون. این بود که در صورت وارد این سازمان شد. یعنی بیشتر حس کنجکاوی بود نه؟ در وهله اول دقیقا حس کنجکاوی بود برای شناخت آگاهی بیشتر از این آدم ها، اونم که بدونیم واقعا چه کسایی هستن. من بخواهم مثلا اون چیزی که نسبت به اینها در ذهن خود من قبل از این که وارد بشم براتون تعریف بکنم بود که خب من یادم میومد زبانی که یه نوجوان بودم سال 60 مثلا کاندیداتوری مسعود رضوی یا نداشتنش یا بعد خونه های تیمی، یک تصویر خیلی دور غیر منسجمی از این نفرات داشتم که میخواستم یه خورده آگاهیم هم نسبت به این افراد بیشتر بشه. بسیار ممنونم. آقای کرمی میگه که اون تاکسی هایی که صدا میزدن اشرف افشرف، این همون شیوه جمع کردن یا رکرودینگ بوده که وقتی فردی رو میبردن اونجا گویا اینها $1000 هم در ازای اون فرد میگرفتن. حالا شما اگه لطف کنید یه مقداری از اولین برخوردهاتون در سازمان مجاهدین بگین، چگونه با شما رفتار کردن، چون شما فرد جدیدی بودین به اصطلاح شما رو تشویق و ترغیب و احتمالا بهتون خوب رفتاری میکردن که اونجا بمونید دیگه نه؟ وقتی که ما به در اشرف رسیدیم با همین تاکسی که میرفتیم، سیطره‌های عراقی که به اصطلاح حالت زیگزاگ بود و اونجا جلومون رو گرفتن، من از این افسر آمریکایی که جلوی ماشین ما رو گرفت پرسیدم آیا میتونیم با مجاهدین ملاقات کنیم، گفتن نه. بعد گفتم ما ایرانی هستیم، وقتی که به متوجه شد ما ایرانی هستیم آره گفتم میتونید برید. از سیطره اونا رد شدیم و رسیدیم به درب خود اشرف. درب اشرف رسیدیم جلوی کیوسکی آقایی بود ما. بله نه من چیزی نگفتم. پس این نشون میده زمانی بوده که به اصطلاح بعد از صدام بود نه؟ چه سالی بود شما؟ سال 82 دقیقا چند ماهی از سقوط صدام گذشته بود. الان به توضیح بدم متوجه تاریخ به آخر تابستون و بین میانتن بود دیگه، بین مثلا 20 شهریور تا 10 مهر ماه، توی این فاصله ما توی عراق بودیم. وقتی به درب اشرف رسیدیم اونجا هم همین نکته رو به نفری که داخل کیوسک نشسته بود گفتیم که ما ایرانی هستیم و برای آشنایی با شما اومدیم، میتونیم بیایم ببینیمتون، که سلام علیک کردم. بعد یه بنگالی پشت اون کیوسک بود، ما رو به اون بنگال راهنمایی کردم، اونجا یه چند تا صندلی بود نشستیم، روی صندلی گفتم بشینید صداتون میدونم، که یکی دو ساعت بعد صدا کردن. البته یک خاطره کوچولی از همین نکته بگم، ما تو این بنگال نشسته بودیم، گوشه بنگال یه مهر گوشه روی زمین بود، یک مهر نماست. بعد اون دوست من به من اشاره کرد گفت مهر نمازم اینجا هست.
گفتم خب توشون مسلمون هم هست، یعنی واقعا اینقدر بی اتفاق بود نظرشون. بعد یکی دو ساعت بعدش اومدن صدامون کردن، ما رو سوار ماشین کردن و حرکت کردیم، رفتیم به سمت داخل اشرف، رفتیم داخل وارد شدیم. توی مسیر از من میپرسیدن که خب داخل بودین شما سیمای آزادی رو نگاه میکردین؟ که من گفتم نه، سیما کدوم سیما؟ بعد گفتن که سیمای آزادی برنامه داره از ماهوره پخش میشه. گفتم نه من قبلا ندیدم همچین برنامه ای رو. بعد راجع به این که خواهر مریم آزاد شدن، گفتن که واکنش مردم داخل ایران، چون من تازه اومدیم وقتی خواهر مریم آزاد شدن واکنششون چی بود، که من اصلا بی اطلاع بودم. گفتم خواهر مریم من نمیشناسم، من منظورتون کیه؟ که بعد توضیح دادن که رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت هستن، ایشون رو زندان بودن و گرفته بودنشون رو. که بعد من یادم اومد که چند ماه قبلش در داخل یه روزنامه‌ای به خاطر درج همین خبر بسته شده بود. الان اسم اون روزنامه رو دقیقا یادم نیست، ولی یه روزنامه یه عکسی از همین خانم رجبی زده بود که بازداشت شده و آزاد شده، که اون روزنامه رو بسته بودن. بر صورت ما رو بردن هتل، یک 48 ساعتی اونجا بودیم که بعد از اونجا به قسمت ورودی منتقل شدیم و یه چند روزی هم توی قسمت ورودی بودیم. بسیار ممنون. این ماجرایی که شما میگید رئیس جمهور برگزیده مقاومت، الان دیدم در نوشته ها مینویسن رهبر مقاومت، یعنی خودشون به این وسیله دارن به مردم میگن که رجوی یا فوت شده یا کشته شده یا مجروح شده یا مصدوم شده یا آمریکا بهش اجازه نمیده صحبت کنه. و حقیقتا رهبر سازمان مریم نجر هست و همسر سابقش آقای ابریشمچی که گویا جدیدن خیلی بیشتر با هم هستند. حالا چه ماجراهای بعدن احتمالا گندش بالا خواهد آمد. و اما اینا از روز اول فکر نمی کردن که مثلا شما ممکنه مامورای ایرانی باشید که آمدید اونجا؟ میخوایم ببینیم، یعنی چون هر کی جدا میشه اینا میگن مزدور سپاه قدس، نمیدونم مامور. حقیقتاً الان سازمان مجاهدین اگر کسی بگه شده وزارت اطلاعات آخوندا، میتونه بگه بر اساس گفتهای خود سازمان مجاهدین، چون خودش ادعا. شما چقدر قشنگ میخندید و لبخند میزنید. دقیقا همینطوریه، چون تمام میشه اینجوری برداشت کرد که تمام کارکنان یا تمام نفراتی که داخل سازمان هستن نفرات وزارت اطلاعات هستن که این فرقه برد کس شد. خب اینجوری باشه میشه اون بودجای هنگفتی هم که دارن بگیم از آموزش این مامورا دریافت میکنه. چه سیستمی داشتن که به اصطلاح متوجه بشن یا شما رو مورد بازجویی و تفتیش قرار بدن که مطمئن بشن شما مامور نیستید؟ وارد قسمت ورودی که میشین از شما یک به اصطلاح زندگی نامه میخوان، یعنی یک پروسه باید از گذشته خودتون شرح بدید که به اصطلاح اینا یه اشراف پیدا بکنن نسبت به شما. و از صورت اینها فرقه در داخل هم عواملی داره، و از صورت اینطور نیست، چون وقتی که من که یک فرادی هستم به راحتی میتونم وارد این سازمان بشم و میرم تو، خب اینها پیش خودشون فرض میگیرن که ممکن هستش که بتونن از این طریق نفوذ بکنن به سازمانشون، و این نفوذ رو فقط با این پروسه نویسی که نفرات میکنن میتونن دربیارن. به این صورت که نفراتی که در داخل دارن بر اساس این اطلاعاتی که هر نفر خودش میده در داخل راجبش تحقیق میکنن. یعنی حالا این فرقه پول خرج میکنه، از نوشتن شعار نویسی در داخل که با پول و نمیدونم مسائلی که خودتون بهتر آقا هستین با این مسائل داره تو داخل ایران نفوذ میکنه، خب خیلی راحت میتونه اطلاعات منم بده و در بیاره. به این صورت
کما که ممکنه حتی توی سیستم های خود حاکمیت ایران هم نفوذ الان داشته باشه، با پول بتونه در بیاره این چیزها رو، این که چیز امر عادیه. بله خیلی ممنون. دوستان به شما خوش آمد میگن. آقای کرمی از پاریس میگه که سلام خدمت آقای سروی گرامی، مهمان گرامی شما. آقای حسن شهباز، شهبازی دیگر از رها شدگان از فرقه رجوی. بعد دوستمون میگه که سلام آقای سربی و مهمان عزیز. این دوست ما اسمش رو عوض کرده و داستان جالبی داره، میگه وقتی اسمت ایرانیه روی فیسبوک گاهی وقتی که بهت خیلی اطمینان نمیکنن. من مجبور شدم اسمم رو، ولی این آو جنسن من نمیدونم اسم آلبانیه اسم کجاست. این آقای روحی قبلا لطف میکرد و به دوستان به اصطلاح صحبت ها و مکالمات خیلی ساده و روزمره زبان های مختلف رو یاد میداد و کار بسیار شایسته ای بود. اگه اون رو باز ادامه بدن ما در تلویزیون مردم پخش میکنیم. آقای غلامرضا شکری هم به شما سلام میکنن، سلام به سروی و آقای حسن شهباز، و میپرسن دوستان که اولین چیزی که یا مهمترین چیزی که نظرتان رو جلب کرد چی بود و چی فکر میکردید؟ شاید همون مهر نماز بوده. نه چی بود؟ نه اصلا اینو به خاطر کوچیک بود که از مدت، ولی در همین بعد و این صدا انعکاس داره برمیگرده، من معذرت میخوام. همون در بعد بود چیزایی که جلب توجه میکنه اینه که مثلا افراد با سابقه ای که مثلا توی ارتش، خب غیرعادیه که مثلا یک افسری که 30 سال سابقه داره با یکی که تازه هوا رسیده با هم سر یه میز بشینن، با هم یه جا بخورن. یا این به غیر از این، مثلا ما هم موقع که رسیدیم یه چند روز بعدش عید آخر، عید فطر آخر ماه رمضان بود، عید فطر بود، بعد برای نماز میدونیم مثلا دست صف خواهرها در کنار مثلا برادرها، بدون اینکه مثلا توی داخل میدونیم مثلا یه چادری هست و اینا بدون چادر کنار هم و اینسان، خب یه چیزایی تازگی داشت. یا مثلا اینکه فرمانده های همه قسمت ها زن هستن، یا مسائل که آدم میدید خود برای آدم بیشتر ایجاد کنجکاوی میکرد که خب این مسائل، دلایل این مسائل چیه. چیزی که جلب توجه میکرد بگم یکی هم این که چهره های این نفرات وقتی توی محوطه اشرف نفراتون میدید متوجه میشودی که این خیلی افراد مانند کارگرهایی که 24 ساعت در زیر آفتاب هستند و آفتاب عراق هم که میدونید واقعا خیلی شدیده و کار سخت بدنی انجام میدن، از چهره های اینها این کار سخت بدنی و سوختگی آفتاب به خوبی مشخص بود، یعنی بارز بود که این نفرات در بیرون زیر آفتاب دمای شدید کار میکن. این مسئله بود که جلب توجه اولیه. بسیار ممنونم از شما. میگن که روزهای اول با شما به اصطلاح چگونه برخورد کردن با توجه به اینکه هیچ شناختی از آنها نداشتید؟ این شما یه مقدار توضیح دادید، احتمالاً اگر بخواید بیشتر در این مورد توضیح بدید. و اون چیزی که شما رو جلب کرد تقریبا میگید چون توی ارتش و اینها ما سلسله مراتب داریم و درجات و اینها، اونجا فکر میکردید یعنی اینها یک جامعه بی طبقه توحیدی درست کردن؟ به نظرتون اینجوری بود؟ حالا موقع چون روز اول من بود اصلا با این اصطلاح آشنایی نداشتم که، ولی در آینده یواش یواش آشنا شدم و یک دو سال گذشتهش، خب اینو از زبونها میشنیدیم، خود مسئولین ما بارها و بارها خودشون اعلام میکردن که مناسبات درونی فرقه واقعا مناسبات جامعه بی طبقه پولیدی، مناسبات برابر یکسان، همه در یک سطح و یک نوبرخورد هستن، اینو خودشون اعلام میکردن.
اما حالا من میخوام از دلایل اینکه اونجا جذب شدم بگم، ما دو سه روز اول که اونجا مهمونشون بودیم خیلی از ما بعد از اینکه به اصطلاح پذیرایی های اولیه و رسیدگی هایی که به ما شد یک سری نوارهایی به ما نشون داده شد که البته دو نفر دیگه هم غیر از ما بودن، یعنی تنها ما اونجا نبودیم، دو نفر دیگه هم بودن که مثلا یکیشون 4 روز زودتر از ما اومده بود، یکیشون 1 هفته زودتر از ما اومده بود. برای ما اونجا ویدیو و تلویزیون توی اتاق ها مهیا بود و برای ما فیلم گذاشتن، از مثلا فیلم های سخنرانی های کاندیداتوری مسعود امجدیه تبریز، بعد شیرگیری اون میلیشی ها و تاریخ اونجا رو به تصویر میکشن، تاریخ در به اصطلاح اون 2 سالی که خودشون میگن به اسم فاز سیاسی، به اصطلاح به این صورت آگاهی میدن به نفرات که مثلا شناخته بشن که یا حالا خود اینا بایدهای بحث داره. بعد از 2-3 روز که این نوارها و اینا به یه نقطه ای رسید، من رو برای نشست صدا کردم. بعد توی نشست ضوابط رو به من گفتن که خب اینجا ارتش بیدار باشه، فلان ساعت خاموشی داره، کلاس های آموزشی داریم، در روز کلاس های تاکتیکی داریم، کلاس های رزمی داریم، کلاس بعد این زمانبندی ها عملیات جاری داریم، باید به جمع پاسخگو باشی و اگر هم انتخاب بکنید که در ارتش بمونید باید تعهد بدید که حداقل 2 سال در این ارتش خواهید. بسیار ممنون. دوستان میگن که باید از این سازمان سوال کرد که این چه سازمان مزدورسازی است، هر کسی بیرون میاد میگن مزدور بود بیرونش کردیم. آقای شکری یه چیزی نوشتن، من نمیتونم این جمله رو بخونم. آقای سوربی: فرقه عصر را بر فداد و صداقت و جامعه بی طبقه توحیدی فرض میکنه، ولی به قول معروف یک روشون برهاست، یکشون بره است، یک روی دیگر گرگ است. ایشون بله. خب من یه جمله تو پرانتز بگم آقای سعودی بفرمایید. نفر راجب این که چرا به ما میگن که مزدور هستید، رئیس این فرقه اون موقعی که برای ما نشست میذاشت توی لیبرتی تو اشرف میگفت وسط نداری، خود مسعود رجبی من با گوشای خودم ازش شنیدم، میگفت بین ما و رژیم وسط نداری، یا کسی با ماست یا بر ماست. یعنی اگر منی که دیگه نمیخوام توی این سازمان بمونم از این سازمان اومدم بیرون، یا باید دوباره همون کاری که این سازمان اون تو میکردم باید بیام دنبال بیرون، دوباره مهره اونها باشم و کاری که اونها ازم میخوان انجام بدم، یا اینکه اگر ساکت بمونم نمیگذارن ساکت بمونی. یعنی به نقطه خواهی رسید که متوجه میشی که این سازمان چقدر سازمان مخوفی است که حتی از نفری که ازشون جدا میشه میخواد بره سراغ زندگیش دست از سرش بر نمیدارن. و این گفته مسعود رجبی است که میگه از ماست بیا بر ماست، یعنی این که اگر برای من کار نکنی مزدوری. و به این صورت میخواد که دقیقا مانع از این بشه که کسی حرفی علیهش بزنه، کسی افشاگری بکنه، کسی اون چیزهایی رو که اون تو دیده رو بیاد. بله، این جمله که شما گفتید یا با ما هستید یا بر ما هستید، معمولا تمام دیکتاتورهای احمق مثل جورج بوش و دیگران میگن. و من خیلی خوشحالم که آقای رجبی مغازه رنگ فروشی نداره، چون اگر رنگ فروشی داشت حتما فقط رنگ سیاه و سفید میفروخت، یا سیاه هست یا سفید و هیچ رنگ دیگه‌ای بین این دوتا نیست. در صورت باز هم به شما تبریک میگیم. آقای ادوارد ترمادو که خود ایشون هم سرنوشتی شبیه شما دارن و ایشون هم آزاد هستن امروز از این فرقه، میگن که سلام خدمت سوربی و آقای شهباز عزیز، خوشحالم از اینکه تونستی از جنگ از چنگ این دیوونه ها خلاص بشی. اینکه هر کسی که منتقد فرقه باشه مزدور هست، این روالی بوده توی فرقه از همون ابتدا و تنها ترفندی است که
دیگه از دور خارج شده. البته یادتون باشه این از دورم خارج نشده، خیلی ها هنوز با همین ترفند، با همین شعار، با همین به اصطلاح تهدید نگه میدارن که شما اگه از من جدا بشی شما مزدور هستی، و طرف هم فکر میکنه ای بابا از فردا این چیز رو من چجوری در جامعه تحمل کنم. خب اگر میخواین به این دوستانی که به شما خوش آمد گفتن سلام و احوال پرسی کنید، بفرمایید، چون شما سالها با اینها زندگی کردید. اگه نبریم سراغ سوالاتی که مطرح میشه از افرادی که مانند شما مخصوصا در آلبانی جدا شده. بفرمایید. خیلی ممنون. من از الطاف بی‌پایان بچه ها تشکر میکنم. منم متقابلا خدمت همهشون سلام عرض میکنم، دارم حالتون خوب باشه و اینکه به من اینقدر لطف دارید متشکرم. خیلی ممنون. میگن که در این پروسه معمولا برای افراد جدید انواع آموزش ها برگزار میشد که مهمترین آنها آموزش های ایدئولوژیشان بود. در کل برای شما چه نوع آموزش ها و چه مدت آموزش گذاشتن با توجه به اینکه شما 0 کیلومتر بودین؟ این 0 کیلومتر توی ایران به ماشین های نو میگفتن و توی ارتش میگفتن طرف آشخوره، یعنی هنوز در پادگان داره دوره میبینه و اونجا آشخوره. شما هم آشخور بودی هم 0 کیلومتر بودی. بفرمایید. آقا شهباز ببخشید که من اینقدر با شما خودمونی صحبت میکنم. من هم خودمونی هستم. خیلی من لطف دارید. از آموزش ها خدمتون عرض بکنم که اولین آموزش که گذاشته میشه برای افراد جدید بود آموزش تشکیلاته و به موازات اون آموزش تاریخچه. تاریخچه رو به یه نوعی بیان میکنن از زمانی که محمد حنیف توی حزب نهضت آزادی بود و بعد چیزی جدا شدن و باید بنیانگذاری سازمان و همینطور تا ضربه تروریستی تاریخچه سازمان رو توضیح میدن. ولی مبحث تشکیلات که به اصطلاح 7 اصل تشکیلات مسئولیت و مسئولیت پذیری، انتقاد از خود، سانترالیزم و اینکه این اصول جز اصول پایه‌ای این تشکیلات هستش رو اول به فرد به اصطلاح منتقل می‌خونن که باید اگر قراره توی این تشکیلات باشی در این کادر و چارچوب باشی. البته بعد از این آموزش‌ها آموزش‌های دیگه هم هست، آموزش‌های تاکتیک می‌ذارن، آموزش‌های ایدئولوژی، آموزش های یک سری نوار های بود موقع به ما میگفتن نوار های 5 روزه و 10 روزه که احتمالا باشون که بحث انقلاب بود، ولی اینو همون موقع در بعد ورود شروع نمی کردن، میذاشتن نفر یه پروسه ای بگذرونه، یه خورده مخصوصا ما که 0 کیلومتر بودیم یه خورده بیشتر آشنا بشه تا آمادگی پذیرش همچین بحث رو داشته باشه. به جز این آموزش های دیگه هم بود، آموزش های سیاسی بود که نادر رفیعی میذاشت یا در مورد حمله هایی که به اسم خودش حمله زمان فروغ یا حمله آفتاب، دلایل شکلی آموزش ها، دلایل استراتژی که چرا این کارا رو کردن و اینها رو به عنوان همه رو به عنوان کلاس به صورت آموزش به افراد منتقل میکردن. بسیار ممنون. دوستون آقای شکری می‌نویسه که بیشتر هدف از این آموزش ها این بود که مغز طرف رو از چیزهایی که میدونسته و باور داره خالی کنن تا بتونن به اصطلاح مزخرفات سازمان خودشون رو در مغز اونها جا بدن. ولی آقای ترمادو میگه هر کسی که از سازمان خارج میشه این مسئولیت رو به گردن داره که برای جوانان ما ماهیت ارتجاعی اینها رو افشا کنه. دوستان عزیز، من چندین بار با آقای ترمادو مصاحبه کردم، اتفاقا منتظرم اون فیلمشون رو هم بفرستن ما اینجا نشون بدیم و داستان زندگی ایشون رو ببینید که یه شخص ارمنی که با جان و دل برای اینها کار کرده، جوانیشو گذاشته و اونها به اصطلاح بعدن چه تهمت ها چه
تهدیدها و چه ناسزاهایی به ایشون گفتن. و آقای فرمام ایرانی میگه سلام خدمت سوربی و مهمون عزیزشون آقای شهباز، تبریک به خاطر قدم گذاشتن در دنیای آزاد. ایشون میگن که من یک سوال داشتم، رجوی گفته بود که در بهمن ما اگر سرنگون نشود درها را باز میکند، الان این زمانی که داده بود گذشته، آیا درها باز شده و اون فقط یک حرف بوده که آدمها رو باز هم نگه داره؟ نظرتون در این موردی که گفته بودن تا بهمن، ولی بعد من شنیدم که گفتن نه ما نگفتیم و کسی که میاد دیگه همیشه هست و اینها. البته من یادم میاد بچه بودم سر راه مدرسه یک معرکه گیری یا آفتابه میذاشت و میگفت اگه 4 تا جوان مرد به من پول بدن من میرم تو این آفتابه. پولا رو میگره پولا رو میگرفت. بله بله، پولا رو میگرفت و وقتی ما اعتراض میکردیم ازمون میپرسید آخه شما احمقین، من چجوری با این هیکل برم تو این آفتابه؟ یعنی یه کاری میکرد که ما حتی شرمنده میشدیم که حالا چرا پول روزانمون هم دادیم. بفرمایید جواب این دوستمون رو بگید که میپرسن که چی شد، درها بازه یا درها بسته است؟ من یه نکته قبل از اینکه جواب سوالتون رو بدم بهش اشاره بکنم، در مورد اینکه آقای درنادو گفتن که باید افشاگری، هر کسی که خارج میشه باید افشاگری بکنیم تا مردم ایران بشناسن این سازمانو. من میخوام به یه نکته دیگه هم اشاره بکنم، به تنتم هم مردم ایران بشناسن. الان نفراتی داخل این فرقه هستن که واقعا اسیرن، یعنی دلشون میخواد، خیلی هم دلشون میخواد که بتونن پاشون رو از اونجا بیرون بسارن، ولی ناآگاهی، مانعهای ذهنی، چیزهایی که بهشون اجازه تصمیم گیری رو نمیده. بحث ایدئولوژیک که اینها میگن، این اختیار اینها رو از اینها میگیره، نمیتونن تصمیم بگیرن برای خودشون. اما اینکه آقای رجوی اومدن گفتن بعد از 2 سال درها رو باز میکنیم، این یک شیوه بوده که از سال 86 که توی اشرف قبل از اینکه به اصطلاح حفاظت منتقل بشه از آمریکایی ها به عراقی ها، این حرف رو یک بار اونجا از طریق مژگان پارسایی گفته بود که اگر ما تا سال 88 در عراق به نقطه‌ای برسیم که نتونیم به طرف ایران بریم، مطمئنا عراق رو ترک میکنیم. یعنی برای خودشون اون موقع زمان زده بودن، تنها الان نیستش. منظورم اینه که با این ترفند ها نفراتی که اون داخل هستن رو قانه میکنن تا برای بیشتر نگه دارن، بیشتر در اصالت خودشون نگه دارن. بعد چون چیز ندارن که آینده روشنی برای خودشون متصور نیست، با بحث‌های پوشاک، با ریاکاری، با نیرنگ و حقه بازی میان چنان جلوه میدن که این آخوندها رفتنی هستند و این هست، این جایگزینی که تنها میتونه در جای ناخوندها بنشینه ما هستیم و اینطوری هستش که ما باید بیشتر مصر باشیم در افشاگری. بسیار ممنونم. میگن که شما در نوشتهاتون در قسمتی در رابطه با محفل زدن توضیحاتی داده اید، میشه این موضوع رو کامل توضیح بدید؟ محفل از دیدگاه مجاهدین چی هست؟ بله حتما. یکی از به اصطلاح اصلی ترین بحثایی که توی بحث تشکیلات با نفرات میشه بحث محفل است. بحث محفل یعنی این که رابطه با کنار دستی نباید داشته باشه، این تعریف سادشه. حالا من یادم میاد توی همون بحث ها اون فرماندهی که به ما این بحث منتقل میکرد اسم سعید نقاش بود، توی یکی از این آنتلوکا به
بریک تایم های بین کلاس ها پرسیدم میشه ببینیم که چه کاری محفل محسوب نمیشه، چه حرفی ما بزنیم محفل محسوب نمیشه. جوابی که به من داد اینطوری بود: هر چیزی که در راستای سرنگونی نباشه محفل حساب میشه. حالا دیگه میشه فهمید، من یه خورده بالش میام، مثلا بهش گفتم خب مگر من راجع به فوتبال، راجع به این که مثلا خواهرم مثلا یا برادرم چه کاره بوده، چه کار میکنه، یا اگر راجع به اینجور مسائل با کنار دستیم حرف بزنم، این چه ضرری برای سازمان داره که میگین کسی که محفل میزنه شعبه سپاه پاسداران در داخل مناسباته؟ خب این چجوری میشه اینو به نفرات بفهمونیم که اینو باور بکنه؟ اول جواب اینه که خب شما وقتی از خانواده حرف میزنین، از فوتبال حرف میزنین، اینها مسیر زندگیه، در نهایت شما به زندگی ختم میشین و ما زندگی خانواده دشمن مسیر ماست و به خاطر همین شعبه سپاه پاسداران. اما در بطن این ماجرا چیه؟ وقتی که من و شما در یک محیطی باشیم بتونیم با هم صحبت بکنیم، با هم درد و دل بکنیم، آگاهی همون بیشتر میشه نسبت به مسائل حول و حوشمون، بیشتر متوجه میشیم که این تناقض‌ها، این ریاکاری ها، این علامت سوال هایی که تو ذهن من نوعی هستش، تو ذهن بغلات نفرات بغل دستی من هم همین موضوعات هست. وقتی ما با هم صحبت بکنیم، خب این در هم ضریب میخوره، جمع میشه و اونجوری قدرت به ما میده که بتونیم حرفمون رو بزنیم، بتونیم تصمیم بگیریم، بتونیم نسبت به آیندهمون جواب بخوایم از این مسئولینی که دارن این حرفا رو به ما میزنن. به خاطر همین با این کلمه محفل شعبه سپاه پاسداران میان رابطه رو قطع میکنن، فقط میگن که رابطه از مسئول میگذره. چجوری هم مسئول میگذره؟ از اینکه من اگر سوالی به ذهنم میزنه باید اینو بردارم بنویسم و بدم به مسئول، حالا این مسئول به من آیا جواب خواهد داد یا جواب نخواهد داد اصلا به مسئله شونی. مسئله اینه که وقتی من اینو می نویسم دیگه قدرت تصمیم گیری منو خودم به دست خودم دادم، در اختیار اینها قرار دادم. وقتی که من چیزی که به ذهنم میزنه اینو روی کاغذ میارم، دیگه واقعا نمیتونم بعدش تصمیم بگیرم راجع به این مسئله. حالا این محفل چیزیه که مثلا خود مسعود رجبی میگفت اگر در سپاه پاسداران، در داخل سپاه پاسداران کسانی وجود داشته باشن که اشکال و سیستمی که دارن رو بخوان بروز بدن، بخوان علنیش بکنن، بخوان به نمایش بذارن سیستمو، اونها میشن نفرات ما در داخل سپاه پاسداران. و اگر کسی در درون تشکیلات بخواد اشکالات و چیزهای ما رو بره نمایش بذاره و علنی بکنه و افشا بکنه، خب این کار یک پاسدار رو داره در درون مناسبات انجام میده. به همین دلیل جزء شعبه سپاه پاسداران گفته میشه. یعنی به این صورت خفه میکردن نفراتون، کسی دیگه نمیتونست حرفی بزنه. بسیار ممنون. این گفته شما یاد من، مأمور حکومت نظامی بودم در دوره قبل از انقلاب و یادم میاد به ما میگفتن از تجمعات بیش از دو نفر جلوگیری کنید. با صد رحمت به اون حکومت دیکتاتوری و حکومت نظامی، چون به ما نمیگفتن ببینید چی میگن، میگفتن از تجمعاتشون جلوگیری کنید. و شما خیلی قشنگ گفتید، وقتی شما راجع به خانواده خودتون صحبت میکنید، وقتی اون دوستتون به شما اطمینان کنه، شما به اون اطمینان کنید، بعد سوالات دیگه پیش میاد. مهمترینش اینه که آقا من و تو اینجا چه کار میکنیم؟ اون آخوندها که تو ایرانن، اینا هم که اینجا دارن خوش میگذرونن و زندگی خودشونو میکنن، بچه هاشون وضعشون اینجوری و فلان اینا. بعد به قول دوستمون، مغز شما از اینکه تمامش پر باشه با محصولاتی که اینها تولید میکردن، به اصطلاح میره به طرف خانواده و زندگی و عشق و علاقه، چیزی که اصلا آدم ساخته شده برای اینها.
من و شما ربات نیستیم، آدم آهنی نیستیم که همه عمرمون. میگم آقا ارتش به اون ارتشی شما 20 سال 25 سال که خدمت میکنی بازنشست میشی میری دنبال کارت، به چندین دلیل. یکی این که میدونن ارتش باید جوون باشه، دیگری میدونن که بالاخره کار کرده حالا باید بره دنبال بازنشستگیش. شماها میرید زحمت میکشید عمرتون رو میذارید، حقوق که نمیگیرید، بعدم که میخوایم بیایم بیرون با تهدید و به اصطلاح این اتهاماتی که بهتون میزنن روبرو میشید. آقای شکری میگه که آقای سربی همین حالاش هم نفرات بیچاره دارن پروژه محفل میخونن که واقعا مزخرفخوانی است، که باید به یک صورتی آدمها رو درگیر خودشون بکنن که نتونه دیگر به کسی سر چیزی از زندگی خودش حرف بزنه و نتونه به چیزی از گذشته فکر کنه. من فکر کنم مهمتر اینه که نتونه حتی درباره امروز و آینده فکر کنه. بفرمایید شما نظری دارید در این مورد؟ بله خواهش صحبتتون هم بودم. بله بله معذرت میخوام، این انعکاس صورت من رو به اشتباه انداخت. میخوام به این صورت نذارن کسی که بر علیهشون در درون مناسبات حرفی بزنه. خب انواع ریاکاری ها، انواع نیرنگ ها، انواع دروغ ها به نفرات گفته میشه اون تو. وقتی نفرات با هم بتونن صحبت بکنن متوجه این بشن که این دروغ که به اون گفتن به این همین دروغ گفتن، این آگاه شدن نفرات به ضرر اینا تموم میشه. وقتی نفرات به این آگاهی برسن اون موقع میتونن تصمیم بگیرن، میتونن جواب بخوانن زینا. ولی وقتی که در پیله های فردی خود اینها به اسم محفل نمیگذارن که اینها هیچ گونه آگاهی و حتی به هلوهوش خودشون داشته باشن، خب میخوان اینجوری بهتر بتونن به این نفرات سیطره خودشون اعمال کنن که خدایی نکرده کسی بعدم مثل ما نشه که چیز ما کسی زن بخوره، مزدوری بخوره و جاسوسشان خودش شده بشه براشون. میگن که چرا شما فکر میکنید که سران فرقه تلاش میکنن که اعضا را از وضعیت جامعه و اجتماع دور نگه دارن و نگذارن اخبار یا خبری به اونها برسه؟ بفرم. این که فرقه ها مثلا فرقه هایی که اینجوری نقش اوبودیسیم رو دارن، همه اینها تلاش برای این هست که اولا نفر خودی از جامعه دور نگه داشته میشه. وقتی که نفر خودی از جامعه دور نگه داشته میشه، اون اخباری رو که فقط نیاز بدونه به این نفر داده میشه که در راستای به اصطلاح جنگش باشه و هیچ گونه آگاهی دیگه نسبت به مسائل دیگه به نفر داده نمیشه. وقتی که نفر در از جامعه دور باشه، لاجرم از تکنولوژی و پیشرفت و مسائلی که در جامعه داره اتفاق میفته از اینها هم دور میمونه. این صورت وقتی اینها رو از جامعه دور میگن میدارن، فقط میتونن بهشون اون چیزی رو که خودشون میخوان القا کنن. تلویزیونی که خودشون دارن مستمرن برای اینو برنامه اجرا میکنه، هیچ گونه ارتباطات وسایل ارتباط جمعی اینا به غیر از این ندارن که بتونن به دنیای بیرون وصل بشن و آگاه بشن نسبت به حتی خود سازمانی که توش هستن. که این من خودم یکی از این افرادم که بعد از اینکه به هر رسیدیم به مقداری که تونستم از اینترنت و وسایل ارتباط جمعی استفاده بکنم، به این میزان تونستم سازمانی که در درونش هستم رو بشناسم. از طرف دیگر جامعه هم از این افراد بیخبر میمونه. یعنی الان ما مثلا توی همین کشوری که هستیم، جامعه‌ای که رئیس قرار داریم نسبت به اون اتفاقاتی که داره اونتون میفته بی اطلاع هم. نسبت به اعمال و رفتاری که بر علیه نفرات درون فرقه خود توسط مسئولین فرقه اعمال میشه، نفرات بیرون نسبت بهش بی اطلاع هم. اینا نیاز دارن که از جامعه دور نگه دارن تا بتونن خودشونو نگه دارن. بسیار
بسیار ممنونم. ادوارد میگه سازمانی که از حرف زدن دو نفر با هم ترس و وحشت داشته باشه محکوم به سقوط است. دلیلش هم همین هست که آقای شهباز میگه جلوگیری از آگاهی، یعنی صحبت کردن افراد نتیجهش آگاهی میشه. باز آقای شکری میگه که یک نمونه از نیرنگ های آنها بگم، زمان کشتار دهم شهریور بود که توی نشست میخواستن سوال کنن که چرا ما خبر داشتیم که این حمله انجام میشه ولی کاری نکردیم، که مسئول نشست گفت بعد اف قرارگاه جواب همه این سوال ها را میده، یا برادر اف نمیدونم، که اصلا خبری نشد از نشست. و آقای فرهاد زمانیان هم از ایران سلام میکنن خدمت شما و من، که من هم متقابلا به ایشون سلام میکنم. دوستان من بهتون پیشنهاد میکنم این صفحه آقای فرهاد زمانیان و عکس هایی رو که میکشه درباره سازمان حتما ببینید. شما صحبتی دارید آقای شهباز درباره اون ماجرای کشتار دهم شهریور و اینکه سازمان به جای اینکه مسئول باشه و جوابگو باشه در برابر اعضا، به یک نوعی اعضا رو مسئول میدونه، یعنی حقیقتا اون معرکه گیر به جای اینکه پول من رو پس بده که چرا نرفته تو آفتابه، من رو محکوم میکنه که تو چقدر نادانی که به من پول دادی و انتظار داری من برم توی آفتابه. عجب داستانیه. بفرم. نه خدمت بینندگان جدیدی که برسودن و مرتب پیام میدن و سلام میکنن، نه خدمتشون سلام میکنن و از لطفشون تشکر میکنن. من در رابطه با سوال شما که فقط میخواستم به این نکته اشاره کنم که در دهه شهریور تمام دلایل، تمام شواهد مبنی بر این بود که این رهبر این فرقه نیاز داشت که چند نفر رو به کشتن بده تا بتونه استفاده بکنه. یعنی اصلا هیچ دلیلی نداشت، دلیل منطقی، نه تنها حتی ده شهریور، حتی 6-7 مرداد، حتی 19 فروردین، دلیلی نداشتش که نفرات بدن اونجوری با دست خالی وایسن تیر بخورن کشته بشن. فقط اینا از یه دجالگری برمیاد که چجوری اذهان نفرات رو اینا به قدری آماده کردن که نفر با فراغ باز میره میخوابه زیر آنوی. چقدر روی ذهن این فرد کار شده که نفر فکر میکنه که این کار ارزشه، در حالی که وقتی به دنیای بیرون برسی، وقتی میری وقایع موقع رو مرور میکنی، یه دیوونگی محض بود فقط. این حالا همون مثال شما که چجوری واقعا چگلگریه اینا اینه که سر مردم رو بودن واقعا. در مدتی که شما در اشرف بودید گویا آمریکایی‌ها برای سرکشی به درون اونجا می آمدن مقرات و اینها، و چه خاطراتی از آن دوران دارید؟ برخورد آمریکایی‌ها چی بوده با این سازمان، با افرادش؟ می‌دونید که ما زمانی که ما اومدیم یه تعداد نفراتی که توی پذیرش بودن، اینها چون اسامیشون جزء اسامی ارتش وارد لیست این هشتگانی که در موقعی که آمریکا اومد مستقر شد اونجا، اسم این نفراتی مانند من وارد اون لیست نشد و جزء ارتش حساب نمیشد. بعد منظورتون ارتش آزادی بخش مجاهدینه؟ منظورم همینه. بله. ما در اون موقع در قسمتی بودیم که به ما به اصطلاح قسمت ورودی یا پذیرش گفته میشد، در چون جدید الورود بودیم در همون سالی که آمریکا اومده چیز شد، ما در پذیرش بودیم. به خاطر همین میگفتن که آمریکایی اومدن لباس نظامی حتی الوقت نپوشین. روزانه ما کارمون این بود که توپ و وسایل تفریح و پیکنیک و اینا هر روز در یک گوشه اشرف میرفتیم و گفته بودن که اگر پرسید شما بگید برای بیت و باز
بازدید اومدیم، برای دیدن خانواده اومدیم. میتونین اسم مسئولینی هم که میشناسین مثلا اسم ببرید بگید که برای دیدار اومدیم، که نمیخواستن اینطوری متوجه بشن که ما مثلا نفر جدید هستیم. حالا این چیزهای ترددهای اوائلی که امریکایی ها داشتن اینا غیر متوقع بود، یعنی بدون اطلاع قبلی یک دفعه میمردن در مقرار سر میزدن که از وضعیتی که وجود داره بتونن وضعیت عادی رو متوجه بشن که چی هست. خب ولی بعد از یه مدتی که دیگه یواش یواش با سازمان و اینها آشنا شدن با نفرات بالای سازمان، بعد دیگه این ترددها تبدیل شد به مهمونی. این هفته توی یه مقر میمدم مهمونی، اون هفته توی یه مقر میمدم. یعنی توجیهش هم این بود که ما در بر مقابل این سرهنگ‌های آمریکایی که میان به مقر، ما داریم به این وسیله افشاگری میکنیم و اینجوری خودمونو میشناسونیم و رژیم رو میشناسونیم بهشون. در حالی که مثلا هم میخوام یه مثالی بزنم، در یک عید کریسمسی بود که یک مهمونی میخواستم بگیرم برای به اصطلاح همین ارتش آمریکا که اونجا سرانشون با اینها چیز داشتن، رابطه داشتن. ما توی آشپزخونه برده بودم ما رو برای کمک کردن توی وسایل همین مهمونی. یک گوسفند درسته رو گذاشته بودن ماشاءالله روی یه تابه، یعنی مهمونی بود که ما داشتیم با یه گوسفند درسته پخته شده دور این و تزیین و چیز میداد چیدن. واقعا سوال همه این بود این چه جور مهمونیه؟ مهمونی که میخواییم ما افشاگری کنیم، رژیم رو بشناسونیم، این پذیرایی به پذیرایی انقلابی که بخواد راجع به یه رژیم افشاگرانه صحبت بکنه نیست. این نشان از سورچرانی های آنچنانی داشت. یعنی خب واقعا گوسفند زنده چه مهمونیه؟ خب خیلی راحت میتونه آدم اینو تصور بکنه که چه جریانی اون بالا برقرار بوده. یا حتی مثلا به مقرهای خواهرها که میرفتن، مثلا خب مخصوصا قسمت های خواهرها از قسمت های برادرها به وسیله سیاد جدا شده بودش و اینا میرفتن، بعد میبینیم که مثلا با خواهرها والیبال بازی میکنن، ورزش میکنن، بعد در حالی که مثلا یه برادر اگر میخواستش بری به یه خواهری، حتی یه خواهری مسئولی میخواست صحبت بکنه، ضابطه بود که حتما یک نفر همراه داشته باشه. یعنی منظورم اینه، از این توضیح دادن این مسائل میخوام بگم که تو خودشون اینجور مسئله وجود نداشت، ولی وقتی به دستگاه پایین میرسید اینجوری باید تون مهمونی های اونا رو چیزش رو این پایینی ها میدادن. بسیار ممنونم. از شما میپرسن که آقای زمانیان از ایران میپرسه، از ایشون بپرسید که در بین اعضا آیا بحث در مورد اینکه مسعود کجا هست، مرده است، زنده است، بحثی میشد یا نه، یا شایعاتی بود یا نه؟ در مورد خود مسعود سران فرقه هیچی نمیگن، نه حتی بعضا میان برای چک نفراتون نشستا چک بکنن، میگن خب شما به ذهنتون نزده که رهبر سازمان کجاست، براتون سوال نشده، نپرسیدین، خودتون چی فکر میکنین؟ یعنی به هیچ وجه وارد این مسئله نمیشدن خودشون، حتی میمدن چک میکردن و به این صورت میخواستن بیدن و دقیقا هم نمیگن که نه کجاست، نه چه کار میکنه، نه اصلا زنده است، هیچ چیزی ازش نیست. بعضا پیام های یه خطی دو خطی به اسمش میموردن میخوندن که مثلا اگه اینجوری شد مثلا چجوری خواهد شد، مثلا ترامپ که شد رئیس جمهور تابلوهایی که متصور است برای ما چگونه خواهد بود، از این بحثای سیاسی پوشا که بتونن نفرات و سرش باش شیره به ما اینجور بحثا میکرد. خود شما چی فکر میکنید درباره رجبی؟ من خودم دقیق نمیتونم بگم الان مرده است، نمیتونم بگم واقعا زنده است، چون اطلاع درستی نداریم، ولی
شواهد میگه که باید مرده باشه. بسیار ممنون. یا زنده ای هست که با مرده فرق نداره و اگر هم باشه همینطوره، به مقام عالی فیل رسیده. میگن مرده و زنده فیل با هم یکی. بله، از شما میپرسن یا شادم میگن، میگن که سلام به آقای هاجری، میگه علی هاجری، میگه که با سلام به شما و مهمان شما آقای سنشا. باعث و بانی سه مورد، من اول ترسیدم فکر کردم میگن باعث و بانی سه مورد کشتار شما هستید، ولی اینها نوشتن که باعث و بانی سه مورد کشتار در اشرف خود رجوی بود، ولی میگفتن خانواده ها زمین ساز کشتار در اشرف میباشن. نظرتون در این مورد چیه؟ اون چیزی که مریم غزه رو رهبر سازمان میگن، این که خانواده رو دشمنه، یعنی میگن واقعا خانواده دشمن، چه هوادارش باشه چه غیر هوادارش باشه، چه اون کسی باشه که افشاگری میکنه، هر کدومشون اینا میگن که چون مانع مسیر مبارزه است دشمنه. حالا اینها برای پیش برد خطشون نیاز داشتن که کشته بده. جون هیچ کسی برای رسانان این فرقه ارزش نداره، یعنی تنها چیزی که برای این سازمان ارزش نداره آدم ها زندگیشون، عمرشون، وقتی که دارن تو سازمان از دست میدن، در نهایت خونشون و جونشون یه ارزشه. با این وسیله اینها، با دادن این خونها و برکن تیخ دادن مردم، بچه های مردم، بچه های بیگناه، اینها با وجود آوردن جنگ های این چنینی میخوام بگن که با این راهشون رو بازی کنن، یعنی این خونها رو در دستاویزی مستمسکی قرار میکنن که بتونن ازش استفاده سیاسی بکنن، بتونن خودشون رو بیشتر نشون بدن تو دل اسرائیل و آمریکا، بیشتر جا باز بکنن. خود من یکی از اونایی بودم که وقتی اینها چندین کشته دادن رفتم براشون مجانی کار کردم، فیلم برداری کردم و دیدم اونجا که ارزش اعضا وقتی که میمیرن و در یک قاب عکس جا میگیرن بسیار بیشتر از موقعی هست که زنده هستن، چون زنده که اصلا سوال میکنن، خواسته هایی دارن، ولی وقتی مردن دیگه سوالاتشون تموم میشه. این نظر من. آقای ادوارد میگه که یک موقع هم به ما میگفتن که وقتی با خواهران حرف میزنید نبایستی به چشماش نگاه کنی، یا باید به زمین نگاه کنی یا به آسمان نگاه کنی. این هم دموکراسی پیشرفته رجوی. ما امروز خیلی خندیدیم، خدا کنه که همش بخندیم و اتفاق بدی برامون پیش نیاد. بذارید من یه چیزی بگم. امروز صبح من آمدم اینجا داشتم کار میکردم، یک نیم ساعتی که گذشت، چون اینجا توی ویرجینیا دیشب برف نبود ولی یخبندان بود و اینا، اینجا هم تا یخبندون میشه درخت ها میشکنه و آمریکا هنوز هم مثل فیلم های وسترن سیماش تو هوا هست و روی درخت ها و روی تیرهای برف و اینها، و اینا پاره میشه سیمای کیبل و این چیزا، و ما کیبل نداشتیم و همینجوری به دوستان خبر دادم، با تلفن دستیم یه چیز ضبط کردم فرستادم و گفتم که ممکنه اگه برنامه قطع بشه وصل نشه دیرتر، و میخوام بگم که شما دوستان و ما اینجا با این امکانات کم تلاش خودمون رو انجام میدیم که بتونیم به دوستانی که اونجا نبودن بگیم، و یه وقت مثل شما به جای زیارت به فکر پیوستن به سازمان نیفتند. سهند فریاد که اسم آقای محمد رضایی هست از پاریس، میگن که آقای سوربی سلام به شما، مهمان برنامه‌تون، رهایی دوستمان از اسارت ذهنی و جسمی از فرقه رجوی را به ایشان تبریک میگویم. خانم زهرا معینی هم اینجا هستن، من به ایشون سلام میکنم، و دوستان دیگه هم هستن، آقای شیرزاد، آقای مهران منوچهری و آقای مصطفی محمدی، که آقای مصطفی محمدی حالا یا دانسته یا ندانسته چنان ضربه‌ای به مجاهدین در آلبانی زده، من رو یادم اون بوکسورای میندازه که افتادن رو زمین
هی بلند میشن تلاش کنن که من حالم خوبه، و اون مربی میگه آقا تو اصلا اسم خودت رو هم نمیدونی چیه، تو قابلیت بوکس نداری. ای کاش یه مربی بیاد و به این مجاهدین، با آقای فیلابی و دیگران بگه آقا برین دنبال کار و زندگیتون و هر وقت راست میگید بچه هاتون رو ببرید به این سازمان. خب بیان یه مقداری موضوع رو جدی بگیریم. آقا به نظر شما چرا اعضای جدا شده باید برن نزد روانپزشک؟ مگر درون فرقه چی میگذره، چی گذشت؟ مخصوصا شما که به نسبت دیگران مدت کمتری اونجا بودید، آیا این باور شماست که افراد باید به روانپزشک مراجعه کنند؟ خدمتتون عرض کنم که اولا سلام میدم به نفرات جدید که سلام دادن، من ارادت دارم خدمت همه. اما در مورد سوالتون عرض کنم که وقتی که توی این فرقه شما هر چیزی به ذهنتون میزنه یادداشت میکنید، راجع به خانواده، راجع به دلتنگی، راجع به خاطرات گذشته، راجع به این که افسوس خوردنهایی که چرا تحصیلم رو بکردم، در پاینده برامده هر چیزی که به ذهنتون میزنه اینو رو کاغذ میارین می‌نویسین، دیگه اینها به مرور کم میشه و این اختیار و اون حسی که به آدم دست میده در قبال مسائل پیرامون خودش، واکنشایی که هر فرد به طور طبیعی داره دیگه نخواهد داشت. من به این مسئله اشاره بکنم که به عنوان مثال خودم تا روزهایی که اوائلی که از این سازمان اومده بودم بیرون اصلا تمایلی به این نداشتم که به خانواده خودم اطلاع بدم که من از این سازمان جدا شدم. چرا نداشتم؟ یعنی همچین تمایلی نداشتم چون خودم رو مقصر می‌دونستم، چون فکر میکردم که به اصطلاح ایرانی ها این یه توف سربالای برای من، تا یعنی اگر کمک اینها نبود من هنوز توی همون نقطه بودم. کسایی که از اون تو میان بیرون به دلیل اینکه تو این سالیان از خودشون اختیار ندارن، اعتماد به نفس ندارن، نمیتونن راجع به چیزی تصمیم گیری بکنن، نمیتونن راجع به آینده خودشون یک مسیری رو مشخص بکنن که به یه هدف درست حسابی برسن، یه ایدئالی برای خودشون داشته باشن، به این دلایل نیاز دارن که برن پیش روانپزشک. حتی در مسائلی که خود نمیشه جاش نیست باز کرد، تو مسائل جسمی یا مسائل جنسی، فشارهایی که این سازمان به این نفران آورده، نقطه ای رسیدن که از این لحاظ سالم نیستن نفران، واقعا نیاز دارن به روانشناس. این زایعه ای که بار آورده این سازمان به اسم ایدولوژی، به اسم انقلاب مریم، به این هر کفتکاری که اسمشو میذارن، بلایی سر نفران میاره که تا سالیان باید طرف تلاش بکنه به نقطه قبل از اینکه ورود رفته به این سازمان تا به اون نقطه تازه برسه. واقعا ضربه های جبران ناپذیره وقتی شما در ذهنتون فقط یک چیز باشه که اینکه باید این رژیم سرنگون نشده و الان این رژیم سرنگون نشده و تمام تقصیرهای این به گردن منه که این رژیم تا حالا مونده و به هیچ چیز دیگه فکر نمی کنم و هر چیزی که به این گفته میشه، هر چیزی که به این دیکته میشه، هر چیزی که اونها تو دهن من میذارم من همون رو تکرار میکنم، دیگه نمیشه به من گفت آدم عادی. بگذاریم که حالا یه ضایعاتی هم تو محیط بسته بودن داره، از تکنولوژی روز عقب میمونی، از پیشرفت جامعه عقب میمونی، از حتی گویش مردم در این فاصله که 15 سالی که ما اون تو بودیم، الان حتی ادبیات جامعه فرق کرده، ما نسبت بهش تو ناگاهی هستیم. خب این چیزها رو باید بتونیم خودمون برای استفاده خودمون نیاز به کمک این روانشناسا داریم. بسیار ممنون. شما از لحاظ روانی و جسمانی گفتید، گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. آقای
ادوارد میگه که در آلمان قلبم را جراحی کردن. وقتی پزشک از گذشته من پرسید و گفتم که کجا بودم و به چه شکلی برخورد میشد، گفت دلیل مشکل قلبت همان استرس و همان فشار روحی بوده. در ضمن سالها شبها کابوس میدیدم. خیلی مبارزه کردم تا به حالت نرمال برگشتم، اما هنوز هم گاهن درگیر همان روزها خواب شبم را خراب میکنه. و شما کاملا درست گفتید، اینجا در آمریکا هم رسم هست، اگه یه اتفاقی میفته برای یه نفر، کسی رو در تصادفی از دست میده و اینها معمولا بعدش گروه هایی هستن که میرن کمک میگیرن و به اصطلاح این ضایعه و مصیبت رو در زندگیشون سعی میکنن اونجا چیز کنن. شما دوستان که حقیقتا میشه بگید جوانیتون در این تصادف روزگار کشته شده و از بین رفته، پس احتیاج بیشتری هست. ولی بازم بهتون تبریک میگیم، خوشحالیم که آمدید و از زندگی آزاد دارید بهره میگیرید و امیدوارم به زودی با کمک دوستانی که همین که امروز این وسایل رو گذاشتن که ما بتونیم با شما تماس بگیریم، اینها بتونن سرعت ببخشن برای رسیدن شما به این به اصطلاح زندگی و امروز، زمان امروز. خانم زهرا معینی هم از آلمان به شما سلام میکنن و تبریک میگن برای رهایی شما. آقای سهند، بله، رزاقی میگن ادوارد چند سال هم میماندی رجوی تو را پیش نماز میکرد، چون ایشون ارمنیه، میگه یه مدت میماند. این آقای محمد رزاقی خیلی طبع شوخی داره. در صورت میگن که خانم معینی به شما میگه آقای شهبازی بلا شک این کابوس ها همیشه هست، اما باید خیلی قوی باشید. امیدوارم که این دوستان همون به اصطلاح راهی رو که رفتن، همین که به دیگران بگن و بگن که میگذره، به قول ما ایرانی ها میگیم این نیز بگذرد، فردای روشنتر یا نوری در آخر این تونل هست، شماها رو امیدوارتر میکنه. و همین که این تصمیم به بزرگ رو گرفتید و جدا شدید، خودش نشون میده که قدم بزرگی در زندگیتون بوده. ما بازم به شما تبریک میگیم. بیشتر از همه من از دوستانی که میان با شهامت و شجاعت میگن خاطراتشون رو و نمیرن دنبال کار زندگی و درآمد و پول، من به عنوان یه ایرانی تشکر میکنم و ازتون ممنونم. میگن که در طی این مدتی که با مجاهدین و با فرقه رجوی بودید، در چند جمله لطف کنید بگید که چی دیدید که باعث شد از اونها جدا بشید. من اول خدمت دوستان عزیز که سلام دادم ارادت دارم، خدمتشون عرض سلام میکنم و ممنونم از التافشون. در مورد سوال شما باید عرض کنم که تو موقعی که تو عراق و اشرف و لیبرتی بودیم در ناگاهی محض بودیم. از وقتی که اومدیم به آلبانی تا به مقداری که تونستیم از وسایل ارتباط سرمی استفاده بکنیم و آگاه بشیم، به همون نظام ما این سازمان رو شناختیم و روز به روز از بلایی که سر اومده، از این چیزی که به اسم مبارزه، زندانی که برای ما ساخته، آگاه شدیم، تونستیم که حقیقت رو بفهمیم. حالا من خودم هم به صورت فردی این که جدا شدم، در همین رود به آلبانی اتفاقی برام افتاد. میدونید که در داخل سازمان رابطه خانواده وجود نداره، یعنی اگر کسی هم حتی خودش بخوادش درخواستی بده به اینکه با خانوادش رابطه ای داشته باشه و بعد سالی هم بخواد تماسی بگیره، ممکنه در ظاهر باش موافقت بکنم بره تماس بگیره و خبر سلامتیشو بده، ولی در کنار این چنان با طعنه و کنایه میفهمونم بهش که داری میری طرف دشمن، داری فاصله میگیری، چی شده. به این صورت نفراتو من میکنم از رابطه داشتم با خانواده. حالا من که اومدم اینجا، اول اینو بگم، سال 82
چیز به من گفتن که تو اشرف بودید، به من گفتن که بیا زنگ بزن خانواده رو دعوت کن برای جشنای سی ام ای بیا اشرف. خب ما این کسی که هر چی گفته چه قبول میکنه، یعنی همه هم اینطوری هم دیگه قبول کردیم و تماس گرفتیم و دعوت کردیم و به خواهرم صحبت کردم، البته نمیشناخته بعد از سالیان نکته به هر صورت گفتن که از بچه مدرسه ای داریم و نمیتونیم بیاییم برای مهر ما الان دیدن شما. خیلی خوشحال شدن و گفتم اگر گفتم قبل از مهر میان تو تابستون میان که دیگه به هر صورت من گفتم تابستون گرم و اگه میتونید زودتر بیاید اینا اردیبهشت سال 87 اومدن. حالا اینا اومده بودن، منم تا موقعی که اومده بودن آلبانی از این موضوع بی اطلاع بودم که اصلا خانواده من اومده بوده در اصلت برای دیدار من قبل از اینکه منتقل بشه حفاظت اشرف به نیروهای عراقی، یعنی در زمان آمریکایی ها سال 87 چیزش اردی بهش. حالا من که اومدم آلبانی، تو آلبانی تونستم با خانوادم از طریق بیرون رفتن به این کافی نت رو در آوردن و شماره رو پیدا کردن به خانواده وصل شدن، متوجه شدم که خانواده من سال 87 اومدن در اشرف و به اینها گفتن که همچین کسی رو تو اینجا نداریم به این اسم. واقعا من خیلی دیگه از این موضوع چیز شدم و ریس شدم. بعد چندین بار تماس لباسشون چه جوری بود، چه موقعی بود، گفتن که آره لباسش لباس سبز مال مجاهدین بود. بعد حتی رفتیم اسم دوست تو گفتیم، گفتیم این یکی باهاش بوده به اسم حسن حیرانی، اینها با هم از ایران خارج شدن. بعد جواب دادن که نه همچین کسی هم اینجا نداریم، تازه اگر هم داشته باشین شما چون جزء خانواده این نمیتونید با ایشون ملاقات داشته باشین. و وقتی من اومدم از مسئولینمون، از این دیگه سوالی بود که رفتم پیش خود محسن رضایی، محسن رضایی پرسیدم گفتم این چه کاری بوده که همه خانواده من توضیح دادم شهر ما بقیره، من واقعا جواب میخواستم از این چرا من که صادقانه اومدم توی این مسیح، بعد خانواده هم شما گفتین دعوت کنم، خانواده رو دعوت کردم، بعد حالا که اومدم بهش به خانواده من میگیم که کسی اینجا نداریم. این محسن رضایی همون رضایی های معروف هستن؟ بله، یکی از هم رضایی ها در هم مثلا دوروبر هم با همین عبی شمسی و دوروبر مریم غزر و اینا نفرات کناریشون هستن. من گفتم خب به من جواب ببین چرا همچین چیزی شده، که بعد از کلی تفره رفتن و اینا من رو صدای کردن، حالا جواد خراسان نمیدونم بشناسین یا نه، من رو صدای کرد گفتش که این خط سازمان نبود، یه اشتباه شده، تو بزرگی کن ببخش، بخشش از بزرگان کوتاه بیا، یه چیزی شده 10 سال پیش بوده تموم شده رفته. یه افیان داشتیم اینجا اسمش فرشته شجاع بود، اینم از موضوع اطلاع پیدا کرده بود توی محبته هم اینجوری من رو دید سلام کنم چی شد تو پیشنهاد بهت میکنم تناقضایی که اینجوری داری فریزشون کن. من واقعا به هم اخته بودم این چه طرز تنظیمیه، من فکر کردم ما کی هستیم، من اگر اومدیم اینجا انتخاب کردیم، اگر روز اول گول خوردیم اومدیم تو این مناسبات، ما یه آدم نیستیم که خانواده داریم، از سر راه کسی نیومده که وارد سازمان بشه که شما صاحب اختیار بدونین که حتی خانوادهش هم بیاد بهش نگین که همچین فردی رو اینجا نداری. و این مسائل منو به یه نقطه رسنده بود که واقعا به تنفر رسیده بود از این سازمان، از محاسبات درونیش، از حرفایی که زده میشد، از چیزی که به اسم ارزش و خورد ما داده میشد و دیگه فور بودم دیگه. بله. آقای شهباز، شما چند بار اسم دوستتون رو گفتید و با اون رفتید؟ اونم به سازمان پیوست؟ اگر پیوست هنوز هست یا نه؟ نه حالا با هم، حالا داستان جالبی داره، ما با هم اومدیم تو سازمان و بعد از اینکه نمیدونم حالا جاش هست من بگم یا نه، من در این بعد از اینکه خروج من از سازمان، من به یه نحوی خارج شدم، من به یه نحوی از این سازمان خارج شدم که بعد از 2-3 روز اونو خواسته بودن بیاد که از علیه من موضع بگیره،
چون همون موقع که من به طور مخفیانه از سازمان خارج شدم بدون هیچ اطلاعی. یعنی ایشون هنوز جزء سازمان هست؟ عرض کنم خدمتتون من بدون اطلاع، بدون این گفتم به کسی، در یک گردش تفریحی که با افراد قسمت خودمون رفته بودیم که بعد از ایدم بود، به طور مخفیانه از جمع جدا شدم و رفتم به خودم رو به کمیساریا معرفی کردم. بعد از دو سه روز که این دوستم توی مناسبات بود ازش خواسته بودن، گفته بودن که این نفر که دوست تو بوده، این نفر رژیمه، این تو این کاری که سو در مشخص کرده که نفر رژیم تو باید علیه این دوست موضع بگیری و به این موضوع اذعان کنی. چرا این اگر رژیمی نبود، چرا اگر پاسدار نبود، چرا به این نحوه از سازمان خارج شد؟ و همین موضوع باعث شد که اونم اخراجش کردن. پس به نفعش شده یه جورایی. آقای علی شیرزاد نوشتن که با سلام، خوش باشید، بنده وقتی آمدم بیرون همه به هم میگفتن تو اصلا در حد مینیموم هم نرمال نیستی یا نرمال هستی، طوری که دو روان پزشک هر هفته جدا جدا با من ملاقات گذاشته و صحبت میکردن. یکی از روان پزشکا کارش این بود که مرا به پارک و محلهای تفریح و محلهای رقص و آواز و صحبت با سایری میبرد تا کمی به قول خودش نرمال بشوم، که با تلاش آنها و خودم بعد از دو سال به قول آنها کمی نرمال شدم. با یکی از روان پزشکا که مرا به تفریح می برد خیلی دوست شدم و باهاش صحبت خودمونی می کردم. بارها به من گفت از اینکه زیر اون همه فشار دیوانه نشدی من تعجب می کنم و برایم به عنوان روان پزشک دیوانه نشدن تو یک به اصطلاح پدیده ای هست که برای همه بیمارهایم به عنوان تجربه آموزش میدم. ممنونم از این دوستمون و باز هم اینها سهه میذارن و تایید میکنن اون حرف شما رو که دوستانی که جدا میشن باید به روانپزشک مراجعه کنن. دوستان به روانپزشک فقط افراد دیوانه مراجعه نمیکنن، آمریکا رسمه، میرن با روانپزشک صحبت میکنن و امیدواریم این دوستان هم یک امکاناتی در اختیارشون باشه تا بتونن این کار رو انجام بدن. از شما میپرسن که شما وقتی از مجاهدین خواستید جدا بشید چقدر تهدید شدید و اینکه یا چقدر میگفتن، حالا شما میگید که من به طور ناگهانی آمدم، میگفتن اگه برین بیرون معتاد میشین، گوشه خیابونها مثل بقیه جدا شده ها میشین، اینها شده. حالا شما آمدید بیرون چقدر از این گفته های سران مجاهدین واقعی از آب در آمد و حقیقت دارن؟ شما چند نفر رو دیدید که جدا شده باشن و معتاد باشن الان کنار خیابونها سرشون توی جوی آبها باشه؟ خب مجبورم این کارو بکنم. اتفاقا اینو گفتین، من به جنگی هم که همین از شاید با همین سازمان در همین آلبانی داریم دقیقا همین موضوع، با تمام فشارهایی که داره وارد میکنه از کانالهایی که داره، مثلا من به عنوان یک ایرانی نمیتونم یه خانوادم رو دعوت کنم، خودم که نمیتونم از این کشور خارج بشم، نمیتونم خانوادم رو دعوت کنم بیان توی آلبانی برای دیدار من، بعد خودم هم که نمیتونم از این کشور خارج بشم. یعنی اگر خانواده من از حتی کشورهای دیگه، نه ایران، حتی کشورهای دیگه بخوام وارد ایرانی آلبانی بشن، باید بیان ویزا بگیرم و میگن که ویزا به ایرانی دیگه داده نمیشه و اینو کمیساریا به من گفت. من خواستم اقدام بکنم برای دعوت کردن خواهرزاده و برادرزاده برای بیان برای دیدن من، که گفتن که چون ایرانی هستن حتی از یک کشور سوسیال هم بخوان بیان باید برن ویزا بگیرن و ما نمیتونیم تصمیم بکنیم که چون نفر شما نفر جدا شده سازمان هستین بهشون ویزا داده بشه یا ویزا نشه. منظورم این بحثت رو اینجا بهش اشاره کردم این بود که این جنگی که شما گفتی همین الان هم در جریان هست. یعنی من به یک جمله اکتفا بکنم، نفرات جدا شده رو قربانی میکنن که به اون نفراتی که در داخل مناسبات هستن بهشون بگن که ببینید بمونید اینجا، اگر برید بیرون نمیتونید خودتون رو جمع کنید
نمیتونی آیندهی برای خودتون بسازید، کنار خیابون میمونید یا مسائلی که شما گفتید معتاد میشن و اینا. و این به این صورت میخوادش که مثلا نفرات رو در درون این سازمان بتونه اینطوری حفظشون بکنه. الان که الان الحمدلله از موقعی که اومدیم هم کمک های کمیساری ها بوده، هم دوستان جدا شده خودمون، اینا همون روزای اول کم و کسری هایی که چون من خدمتتون عرض کردم، من بدون اطلاع بدون هیچ وسیله ای خودم رفتم معرفی کردم. خب معلومه توی ساعتهای اولیه و روزهای اولیه خب یه سری نیازهایی هستش که هر فردی بهش نیاز داره. من به واسطه کمک هایی که بهم شد تونستم که اون سر و پشت سر بگذارم. به خاطر همین سازمان میادش که روی این حرف سوار میشه که اونهایی که اون تو هستن از این تصمیم منصرف بشن که خب پاشون رو بخوام به دنیای آزاد بذارم. بسیار ممنونم از شما. الان چه احساسی دارید نسبت به مجاهدین؟ چون شما خودتون با پای خودتون رفتید که اونها رو بشناسید، الان که آمدید بیرون چه احساسی دارید؟ عرض کنم لحظه ای که وارد این سازمان شدیم ما موندیم اونجا، اون چیزی که از یه طرف اون انگیزه ای که اون موقع ایجاد شده بود، از طرف نقطه مقابلش دافعی که مثلا ما جوانای مثلا دهه 60 هستیم، دافعی که از چی مخوندی داریم، از تحقیرها تو اینها، از مسائل موانع اشکالات یا جبرها و ستمهایی که از اون رژیم، بلاهایی که از اون رژیم بر سر افراد میاد، این سازمان روی توی اون نقطه است که میتونه سرمایه گذاری کنه برای جذب نفرات. یعنی اگر من گول خوردم اون موقع به خاطر دافعی بود که اون موقع از رژیم آخوندی داشتم و چون اینا در نقطه مقابلش بودن، فکر میکردم که با این میتونم به این آمال آرزوان به ایران آزاد دست پیدا بکنم و این تمام دجالگری این سازمانه که به این صورت میتونه نفرات رو وارد مناسباتش بکنه. نفرات خب ترین 40 سال ستمهای خیلی یاد ستمهای زیادی از این آخونده دیدن، خیلی مشکلات و مسائلی برایشون به وجود اومده که از خدا میخوان که حتی حاضرن جونشون هم فدا بکنن بدونن که واقعا ایران آزاد میشه، ولی نمیدونن که با این ذهنیت میرن پاشونو وارد یک اپوزیسیون میذارن میکنن، وارد یک فرقه میشن. نه تنها حالا این فرقه های دیگه هم ممکن مثل این باشن، این اون چیزیه که اونو گم میزنه جوانا رو، نفرات رو، و اینجوری به این باور میرسن که فکر میکنن که تنها راه نجاتشون این مسیره. بسیار ممنونم. اجازه بدید که یکی دو سوال دیگه داریم. میدونم که اون صندلی هم که شما نشستید صندلی چوبی هست و صداش خیلی میاد، اینجا صندلی راحتی نیست، ولی تحمل کنید چون ما دوست داریم که شما حالا که آزاد شدید و آمدید بیرون برای دوستان هم بگید که چه دنیایی بوده. میگن که همونطوری که شما میدونید اعضای مجاهدین با اکانت‌های تقلبی زیادی در دنیای مجازی هستند. همین یکی دو روز پیش اکونومیست فکر کنم بود یک مقاله‌ای رو چاپ کرده بود که اینها کارشون جدیداً دیگه نه اسلحه‌ای نه تفنگی، نشستن توی اتاق‌ها و اکانت‌های قلابی درست می‌کنن و روی توییتر، اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک فعال هستن. حالا اینجا میگن که در دنیای مجازی هستن و سعی میکنن فضای ترویج و خشونت گرایی و آشوب دامن میزنن. در این رابطه چه نظری دارید؟ تجربه شما چیه؟ و اینجا مخصوصا در آلبانی که بودید چی شد این ماجرای؟ به اصطلاح خب دیگه ارتشی وجود نداره، فعالیت این مجاهدین بیشتر ارتش مجازی هست. یه مقدار توضیح بدید نظر خودتون چیه؟ خدمت شما،
اون موقع که توی اشرف بودیم یا بعدش که توی لیبرتی بودیم، به انواع و اقسام مسائل سر نفرات رو گرم میکردن، یعنی از تمیز کردن خیابون و چمنکاری و نمیدونم کارهای که مثلا موضوعیتی حتی با جنگشون هم نداشتون، خب ارتش که نبود، کارهای یدی سخت و کار جسمی نفرات رو مشغول نگرد میشن. تو لیبرتی با فرستادن نفرات گوشه دیوارها و اینجا شکافه و به شب بیدار بمون و نگهبانی بده و رژیم و کندن سنگر و گونی فکر، یک سری کارهایی داشتن که نفرات رو با این کارها میتونستن سرگرم کنن. وقتی که به آلبانی اومدیم، من یادم اون اولی که ما رسیده بودیم، اینا تلاش میکردن که خونه های دوروبر این کشار که ما توش زندگی میکردیم، خونه های دوروبر اونجا رو بتونن، زمین ها رو برن کرایه بکنن، نفرات رو ببرن بیل بدن دستشون کشاورزی بکنن، که اینطوری نفرات رو سرگرم بکنن. یعنی ولی توی آلبانی دیدن این جواب نداره، نمیشه به این صورت کنترل کرد نفرات رو زیر نظر داشت، کار بهشون داد که انجام بدن. اومدن با اینکه با فضای مجازی با دوست کردن های اکانت های هم که شما چه بکردید، فیسبوک، اینستاگرام، توییتر، و سرمایه‌گذاری روی هر اتفاقی که در داخل ایران میفته، با کامنت گذاشتن روی اتفاقاتی که در داخل ایران میفته، مثلا مردم به خاطر گرونی تجمع میکنه، حقشون هم هست، بعد میان این تجمع رو جوری نشون میدن که باعث بانیش مایی البته ضرر میزنه به تجمع، تا اسم اینا میاد اونا برمیگردن میرن خونه. هم دقیقا، و این طوری بالو پر میدن، این طوری فضای جامعه رو یه جوری نشون میدن که در جامعه هر لحظه در حال اختشاشه. از مثلا یک چیز این روزا خیلی اخبارش داغه که این نفراتی که میان سرمایه گذاری میکنن به امید اینکه یه روزی به خونه برسن و به خونه دار بشن، بعد پولشون میده اون مؤسسه یا اون مؤسسه مالی پولشون رو بالا کشیده، به اینجور چیزا بالا پر میدن، گندش میکنن، میشستوننش، ربطش میدن به رژیم. یعنی به این صورت دو تا استفاده داره براشون، یکی اینکه همینجوری نشون میدن که در حال جنگن به این صورت پارشیم که خیلی خنده داره، هم یک مصرف داخلی داره برای اینها. یعنی این موضوع در داخل مناسبات برای اون کسی که میشینه این کار رو میکنه، فکر میکنه که واقعا در مسیر راستین خدا و پیغمبر و خلق داره اینجوری قدم برمیداره. بله، مبارزه میکنه. این هم ارتش سایبری مجاهدین. دوستان، آقای علی مالک و آقای محمد رجبی هم به شما سلام میکنن و خوش آمد میگن. بعد آقای رجبی باز نوشته که بله، هستن افرادی که داخل اکانت های مختلف میشن و فحاشی میکنن. خب اونا رو بلاک کنید دوستان، اینا رو اگه شماها بلاک کنید به اصطلاح مجبور میشن که برن دنبال کارشون. ولی آقای مالک میگه سوالی دارم که مطمئن هستم در این برنامه امروز با در گذشته درباره‌اش صحبت شده. سوال من این است که این دوستان چگونه توانستن از دست آن فرقه رهایی یابند؟ آیا براءتی بود یا باید به طریقی فرار می‌کردن؟ متشکرم. علی مالک. آقای مالک لطف کنید این برنامه رو بعد از اینکه ما از دوستمون خداحافظی کردیم تماشا کنید. ایشون دقیقاً توضیح داده و راجع به در باز بودن میگن اصلا سازمان جرأت نمیکنه درها رو باز نگه داره، چون همه میرن. بعد این دروغ هایی که سالها گفته شده که مثل امام حسین چراغا رو خاموش کردن، هر کی میخواد بره خجالت نکشه بره و اینها، و چون مجاهدین فکر کنم فهمیده اگه چراغا رو خاموش کنه وقت چراغ روشن میشه هیچ کس نیست جز مریم و حوزش. بعد ایشون توضیح داد، ایشون میگه من فرار کردم، میگه من در یکی از دیدارهای
به اصطلاح شهری که آمدیم رفتم و فرار کردم و اینها، ولی افرادی هستن که از قبل میگن ما میخوایم جدا بشیم. به نظر میرسه که سازمان الان توی آلبانی مجبوره با وجودی که تمام افراد اونجا رو، حتی افراد دولت رو به خاطر فقر شدیدی که اونجا هست خریده. یه نمونهش همین که به ایرانیا ویزا نمیدن که بره آلبانی. آخه آلبانی چیه که دیگه ایرانیای بیچاره بیان بخوان ویزا بگیرن، اینا هم ناز کنن ویزا ندن. این نشون میده که سازمان مجاهدین تونسته روی اینها نفوذ داشته باشه و مجبورشون کنه که به ایرانی ها ویزا ندن. و بله، همون جوری که خودتون هم گفتید، دوستان یکی یکی در برنامه ها صحبت کردن، وقتی جدا شدن نامه هایی که نوشتن، مقالاتی که نوشتن موجود هست. حتی خود سازمان از این مقالات بر علیهشون سوء استفاده کرده، اونها رو هم میتونید ببینید. خیلی ممنونم. ایشون هم میگه حتما این کار رو خواهم کرد، چون میدونم واقعا خسته میشید. الان شما 90 دقیقه است با ما هستید، ولی بذارید مثل مسابقه فوتبال ببریم شما رو به اوورتایم یا تایم اضافی، چون شما خیلی هم خوش بیان هستید، هم میبینم که به نسبت دیگران خب جوانتر هستید و خسته نمیشید. میگن این پروژه سفید سازی که مجاهدین به تازگی در آلبانی رو انداختن، به خصوص اینکه بخواهن گذشته با صدام بودن رو پاک کنن، داستان چیست و چرا به این کار روی آوردن؟ مگر در عراق کار خلافی انجام دادن که اینجا میخوان آبرو بخرن؟ بفرمایید. عرض کنم خدمتتون، من بازم به خدمت دوستانی که تاییدن به شما وصل شدن سلام از میکنم و به اطرافشون ممنونم. عرض کنم خدمتتون در مورد این پروژه سفیدسازی، این سازمان نه تنها الان، از همون موقع از گذشته، من میخوام یه مثال بزنم براتون که حتی خودم زمانی تو این سازمان نبودم ولی از بچه های دیگه شنیده بودم. زمانی که دو تا برج توغلی که با هواپیما تو اون منفجر شدن و این دو تا برج سقوط کرد، در مقرهای این سازمان جشن پایکوبی بود به این دلیل. اما بعد از اینکه آمریکا حمله کرد و صدام سقوط کرد و اون دوره به جایی رسیدن که اومدن و حتی سرودهایی که در رابطه با ضد آمریکایی بود، حتی مقاله ها، حتی نشست ها، صحبت ها، سخنرانی که قبل از این تاریخ ضد آمریکایی داشتن، اینها را از بین بردن که بعدش خب صابخونه بعدیشون آمریکایی بود، بعد خودشون هم برای این صابخونه آماده می‌کردن. در زمان صدام هم که از امکانات و پول و اسلحه و شناسایی و گذاشتن همه گونه امکانات در اختیار این سازمان، زمان صدام که فروگذاری نکردش صدام از اینا، و بعد از اینکه چیز شدن رژیم عراق عوض شد، دوباره همین ریلو رفتن، اونوره مردم دعوت میکردن میآوردن. یعنی با گذاشتن دکتر دم در اشرف، با دادن آب و برق به روستاهای اطراف، با دادن آب مجانی به تانکرهایی که می اومدن اونجا دم اشرف تانکر پر می کرد، یعنی با به این صورت خواستن که یک دور خودشون یک محیطی رو ایجاد بکنن که بتونن از اون محیط به نفع احسن استفاده بکنن، اطلاعات جذب بکنن و به این صورت بیرون از خودشون نفر استخدام کنن که بتونن برای خودشون کار بکنن. نفری که بیرونیه ماه به ماه بیادش اونجا پشت سیاج از علیزاد جلال پول به حقوق معانه بگیری که صرفا میادش خبر بده که ماشینایی که تو اون روستا چه ماشینایی تردد داشتن. یعنی حالا به این مسئله ریز من اشاره کردم، خواستم بگم که واقعا در بطن اینها بودیم. الان هم توی آلبانی هم وضع به همین صورته. الان توی آلبانی شما خودتون هم خوب اشاره کردیم، با آشاگری که آقای محمدی کرد، با آشاگری که بچه هایی زبه شده کردن، با حرفایی که علیه این سازمان زده شدش توی آلبانی، یک
وجهه ای از این سازمان رو بارز کرد که فکرش رو نمی کردن. یعنی یه چهره دیگه، یه چهره واقعی ما تونستیم از این سازمان توی این آلبانی به نمایش بذاریم و الان مجبورن اینها با دادن دکتر مفت، داروی مفت، دعوت کردن اهالی برای مهمونی میخوام یه وجهه برای خودشون دست با بکنن که دیگه شناخته شده است. بسیار ممنونم. آقای ادوارد ترمادو میگه خود من اون موقع، منظورشون همون سپتامبر 2001 و اون حمله هواپیماها به ساختمانهای نیویورک و پنتاگون و اینها بود، میگن که خود من اون موقع بودم که اینها شیرینی میدادند و فریاد میزدند آمریکا تمام شد و سقوط کرد. و آخرین سوال که شامل دو سوال هست یا دو موضوع هست اینه که شما چه پیامی برای دوستان و اعضایی که هنوز هم اونجا هستند و به نظر من شما اسیر این فرقه هستن، چه پیامی دارید؟ و اگر در آخر حرف ناگفته یا موضوعی هست که مایلید برای هموطنان ایرانی، حالا چه در درون سازمان، چه هوادار، چه مخالف یا چه در ایران بگید، لطف کنید بگید. و باز هم من به نوبه خودم ممنونم که شما حاضر شدید بیاین و با ما به اصطلاح این مصاحبه داشته باشید. امیدوارم در برنامه های آینده هم شما رو داشته باشم تا از وضعیت زندگی جدید و بهتری به ما خبرهای شادی بدید. بفرمایید. خواهش میکنم، دوست دارین، از دلتابتون ممنونم. من باید چون خودم اون تو بودم میدونم خیلی کسایی که اون تو هستن چه موانعی دارن برای خروجشون. این موانع قبل از هر چیز موانعیه که در ذهن افراد هست. مثلا یکی با اتوبوس این صحبت میکردیم با بچه هایی، مثلا میگفتش که من خانوادم در داخل ایران هواداره، من اگر بیام بیرون برای خانوادم بد میشه. نفر دیگه بود، من خواهرم یا برادرم توی این سازمان مسئوله، نمیتونم خودم اجازه این ندارم چون با اون اومدم، چون یه روزی جمعه برادر یا اون رو خواهرم به یه چیزی آره گفتم، الان دیگه نمیتونم اون رو جدا بکنم. بعض برادر یا خواهر بزرگتر چشم میدنه یا از مادر، یا بعض اصلا برعکس مادرش افشاگری میخونه علیه این سازمان که چرا پسرش رو زندانی کرده، یا مثل آقای محمدی چرا دخترش رو زندانی کرده. اینها بیشتر اون تو در معرض این هستن که بیشتر دورورشون رو میگیرن، بیشتر هواشون رو دارن، بیشتر نمیذارن چیزی بشه. یعنی با همین اتیکت، با همین مارکی که به طرف زده میشه که پدر تو داره برای سفارت کار میکنه، مادر تو برای رژیم کار میکنه، و اینجوری مانع میشن که نفرات در ذهنشون نمیتونن تصمیم بگیرن که از این سازمان خارج بشن، در حالی که هیچ گونه آینده برای این سازمان متصور نیست. جایی که در مانز دارم خانه آخرت، خانه سالمندانه، و جایی که اونها اگر از این ارزش اصول چجوری بردوه، از این تعصباتی که اسمشو میذارن به سلاح اصول، اگر این سازمان از اینها کوتاه نیان، در همین خانه سالمندان با همون ارزش های 40 سال گذشته که خودشون داشتن خواهن رفت. من توصیه به اون دوروری های خودم اینه که هر چه زودتر جدا بشن از این سازمان. نه این سازمان جایگاهی در داخل ایران نداره، هیچ نقشی در آینده خواهد، و در درون این سازمان مملو از دروغ و تناقض و ریاکاری و فریب دادن. و آها یه نکته من اشاره کنم، الان یادم اومد راجع به این که نفرات میخوام برن بیرون و میگن بنویسین و اینا، در اینجا من به یه نکته اشاره بکنم. نفراتی که میخوان از این سازمان جدا بشن چنان باهاشون برخورد میکنن، چون نوع برخورد در لیبرتی و اشرف طور دیگه بود، الان طرف میگه من میخوام برم، میبرنش مهمونش میکنن، پیش این مسئول، پیش اون مسئول، پیش اون مسئول، میخوام که در یک معذوریت اخلاقی اول نفر رو قرار میدن.
که به وسیله این بتونن منصرفش کنن. این نشد، ما وعده وعید، گوشی میخوای برات بخریم، نمیدونم دو چرخه میخوای برات بخریم، پول تجیبی میخوای بدی، با تضمین. اگر این نشد، وهله بعد با تهدید، میری بیرون خیابون خواب میشی، میری بیرون نمیتونی خودتو جمع‌جور کنی، میری بیرون معتاد میشی. یعنی اینها مسائلی هستش که جلوی طرف میذارن که طرف منصرفش بکنن. و یکی از دلایلی هم که من به این صورت زدم بیرون، نمیخواستم با این صحنه های منزجر کننده مواجه بشم. تو شما از اختیار آگاهی دارید دم میزنید. چجوری میشه یک سازمانی که ادعاش اینه که در نوک پیکان، در نوک قله تکامل قرار گرفته، بعد نمیتونه جواب تناقضات درونی نفر خودش رو بده؟ به اسم اختیار آگاهی اختیار نفرات رو سلب میکنن، آنها رو زون ناگاهی محض قرار میدن تا بتونن امیال سوء خودشون رو پیش ببرن. و این نامردیه در حق آدم های سالی لوی کردان اون تو هستن. این آدم های سالی نو واقعا اگر اونجا بمونن، مرگ تدریجی نصیبشون خواهد شد و هیچ دیگری نخواهد. به واسه زیاد صحبت کردم. از شما بسیار ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که فردایی بهتر و آیندهی روشنتر در انتظار شما باشه. خیلی ممنون که با ما بودید. خواهش میکنم، لطف کردید، منم استفاده کردم و از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه، با امید دیدار. ممنونم از دوستانی که کمک کردن به شما تا این وسط این به اصطلاح ارتباط برقرار بشه، مخصوصا آقای منوچهر عبدی. مرسی دوستان عزیز، ممنون و متشکرم. آقای مالک، دوستان آمدن و برای شما نوشتن که چگونه آمدن از سازمان بیرون. مثلا خانم معینی نوشتن که من در عراق نمیتونستم فرار کنم چون که همیشه ما را میترساندن، مخصوصا خانم ها را، و به ما میگفتن اگر بخواهید برید بیرون، سران فرقه میگفتن چون غیرقانونی وارد عراق شدیم باید ما را به استخبارات، استخبار اون سازمان وزارت اطلاعات عراق تحویل بدن. و من بعد از سالها در آلمان جدا شدم. آقای رزاقی میگه که ما 7 نفر همزمان از اردوگاه اشرف به تیف فرار کردیم و یک روز به جنرال آمریکایی که برای بازدید آمده بود گفتم ما از فشار بهشت رجوی به جهنم شما آمریکایی‌ها پناه آورده ایم. این آقای رزاقی مثل منه. من با آخوندها میگم من نمیخوام با شما بیام بهشت، بذارید من برم جهنم با الویس پریسلی و هایده و مهستی و اینها باشم. بله، آره، یادش به خیر. بله، کاش باز یک چادر بود مینشستیم و میگفتیم و میخندیدیم. مجاهد و مبارزش شکلاتی، ببین چه مبارزی میشه و سندگرامی، واقعا آن شب از بهتر. خب این دوستان یاد خاطرات گذشته افتادن. دوستان، من از شما ممنون متشکرم که با ما بودید. یک ویدیویی رو فرستادن که من گذاشتم اینجا و آقای فیروزمند صحبت میکنه. اسم این ویدیو تایتلش هست مریم رجوی و توهم سرنگونی در آلبانی یا از آلبانی. این رو حتما نگاه کنید. من برای اونایی که این برنامه رو از مردم تیوی میبینن و از یوتیوب میبینن، یک چند ثانیه‌ای، شاید 1 دقیقه طول میکشه تا این برنامه زنده رو ببندم و اون ویدیو رو برای شما پخش کنم. ولی دوستان روی فیسبوک الان دیدید، لطف کنید این لینک رو با دیگران هم شیر کنید. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. تلویزیون مردم از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. از شمای مجاهد، از شمای طرفدار پهلوی و سلطنت طلب، شمای کمونیست، شمای مذهبی، و تلویزیون مردم آینه‌ای هست از مردم و جامعه. اگر این آینه نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. روز روزگار بر شما خوش. مرسی.